درست نیست. فهمیدین چی شد؟ پس خیلی مهمه یادتون باشه بازه ها ممکنه آدم به اشتباه بیفته که بگه آقا این دو تا سه تا و چهار تا عضو بیشتر نداره. نه خیر، حتی اگه من بهت بگم بازه مثلا یک دهم تا دو دهم چند تا عضو داره، تو بازم باید بگی بی نهایت. ممکنه بگی آخه خیلی این که بینشون هیچ عددی نیست. میگم نه، کی میگه عددی نیست؟ بی نهایت عدده. بیا این بین این دو تاست. ممیز 12، ممیز 12، 5 6 7 8 9، برو تا آخر. همه میبینی کلی دستم بازه برای این که عدد بنویسم. بنابراین این بازه بی شمار عضو داره بچه‌های عزیزم. خب بریم فعالیت صفحه 3 کتاب درسی. ببینید بچه‌های عزیزم، صفحاتی که این شکلی روشن میشن مال کتاب درسی مونه. بالاش هم همیشه من اون موضوع رو مینویسم و صفحه رو هم براتون در واقع یادداشت میکنم، برای اینکه شما بدونید ما دقیقاً داریم از چه کدوم قسمت کتاب مسئله حل میکنیم. قسمتی که میره رنگش تیره میشه اون درسنامه های قبلی و درسنامه های کنکوری هست که من به صورت در واقع تکمیلی دارم خدمتتون عرض میکنم. ببینید بچه ها، میگه آ و ب دو تا عدد حقیقیه که آ کوچکتر از ب هست، درست شد؟ اینها رو ما میخوایم جاهای خالی رو با هم پر بکنیم. این فقط به عنوان یه نمونه، پر کردنش یه بار توی کلاسمون انجام میشه برای اینکه درسنامه‌مون تکمیل بشه و خط به خط کتاب درسی رو با هم بررسی بکنیم. ببینید بچه ها، میگه نوع بازه ایکس هایی که حقیقی که بین آ و ب هستن بازش چجوری نمایش داده میشه؟ بازه باز آ تا باز بی. اصطلاحا من بهش میگم نوع بازه هست باز. چرا بهش میگم باز؟ چون دو طرفش بازه، درست شد؟ نمایش هندسیش چی میشه؟ این فرض کن آ باشه، اینم فرض کن ب باشه. خب خود آ هست؟ نه. خود بی هست؟ نه. همه مقادیر بینش هست؟ بله. میبینی؟ این میشه بازه باز آ تا باز بی. یک کم اینجا هم خلوت‌تر کنم خوشگل‌تر بشه. سطر بعدی رو نگاه کن. بازه بسته آ تا بسته بی، نمایش بازش چیه؟ بسته آ تا بسته بی. من دقیقا همین رو باید بنویسم، فقط بین آ و ایکس و ایکس و ب باید یک مساوی هم بذارم، یعنی بگم ایکس های حقیقی که ایکس بزرگتر مساوی با آ و کوچکتر مساوی با ب باشه. چه نکته قوی، چقدر زیباست. بچه‌های عزیزم، یکی از دلایلی که من این سفر رو براتون آوردم اینه که شما با این اصطلاح آشنا بشین، نیم باز. نیم باز یعنی چی؟ یعنی یه بازه‌ای که یه برش بسته است یه برش باز. اینم بهش میگم نیم باز. نگاه کن، یه بازه ای که یه برش بسته است یه برش بازه. میبینی؟ بازه نیم باز پس چیه؟ بازه ای که یه برش بازه یه برش بسته است. بسته دو طرف بسته است، باز دو طرف بازه. خیلی خوب. اینجا رو داشته باشین. ببین بچه‌های عزیزم، نمایش به زبان ریاضیمون چه شکلی خواهد شد؟ این شکلی است. x عضو r برای a تساوی میذارم، برای b تساوی نمیذارم. توی نمایش این مجموعه هم این a هست، این b هست. خود a حضور داره؟ بله. خود b حضور داره؟ خیر. پس میشه بسته a تا باز b. خیلی خوب باشه عزیزم، سطرهای دیگه شو من ازتون خواهش میکنم که به عنوان تمرین خودتون حل بکنید، به خاطر اینکه دیگه نکته پیچیده تری نسبت به این موضوع نداره. ما این رو ازش